سلام و درود عرض می کنم خدمت شما. مسعود نوروزی هستم، ارتباط شناس، و امروز الان تو این لایو قرار درباره جاسوسی زیر سایه علم با شما صحبت بکنم. قبلش میخوام به شکل کاملا بی ربط یک خبری برای شما بخونم. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، 4 اسفند 1400، یه خبری کار کرد، البته از چند روز قبلش توی روزنامه ها، مثلا روزنامه سازندگی بود، روزنامه شرق بود. توی این دوتا روزنامه من به شکل عمده دیدم این رو که با تهنیت و درود و اینها داشتن رپورتاج آگهی میدادن برای شروع این کار. حالا کدوم کار؟ قضیه چیه؟ خبر چیه؟ الان عرض میکنم خدمتتون. از روی خبرگزاری جمهوری اسلامی یعنی ایرنا براتون روخونی میکنم. 4 اسفند 1400، کرسی مخاطرات زمینشناسی یونسکو در قشم افتتاح شد. ولی نکته اینه، قشم فقط دفترشه و یک کشتی پژوهشی به چه بزرگی با عنوان کاوشگر خلیج فارس دارن که اون اصلا دفتر متحرکشونه، توجه میکنیم، که میتونه در عرض تمام سواحل خلیج فارس بره و بیاد. سواحل خلیج فارس هم به شکل اتفاقی جاییه که شهرک های یا اون تونل های زیرزمینی سپاه پاسداران در عرض تمام سواحل خلیج فارس حفاری شده اونجا. خیلی هم اتفاقی یهو 4 اسفند 1400 کرسی مخاطرات زمین شناسی یونسکو که یک کشتی متحرک هم داره به شکل پژوهشی و اصلا هم جاسوسی نیست، من اصلا خودم طرفدار کار پژوهشی هم و الان عرض میکنم خدمتتون، این رو افتتاح میکنند و معلومه که خب سازوکار و هماهنگی های اداری و این مسائلش در دولت آقای روحانی انجام گرفته که اون روندش اونجا شروع شده بود که الان اسفند 1400 دیگه رسما افتتاح شد. حالا باز خبر رو میخونیم از روی همون خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا. معاون زمینشناسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور آقای سید جعفر عمرانی، این رو توی متن خبر اسم این آقا رو آوردن، که گفته بله این سازمان بیش از 60 سال سابقه داره و اضافه کرده که آقا 16 تا کرسی مختلف یونسکو در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و علوم طبیعی، توجه کنید علوم مهندسی و هوافضا اصلا یونسکو با اونا کار نداره با علوم انسانی و علوم طبیعی یونسکو کار داره، که الان 17 کرسی یونسکو در ایران افتتاح شد. خیلی ریلکس، خیلی سافت، خیلی گوگولی و زیبا، دست یونسکو درد نکنه. و آقای سید جعفر عمرانی، معاون زمینشناسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، اینطور که این خبر گفته، ایشون گفته که امیدواریم بتوانیم با این کرسی و با همکاری تمام محققان و متخصصان راه بزرگی را که امروز آغاز شد ادامه دهیم. رو اون کشتی اکتشافی کاوشگر خلیج فارس اومدن یه مراسم برگزار کردن با حضور کدوم کشورها، یعنی این کرسی 17 کرسی یونسکو با حضور کدوم کشورهاست، میخوان چیا رو بررسی بکنن. اولا بذارید اسم کشورها رو براتون بخونم: استرالیا، عبد و عبید سیستم انگلو ساکسونه استرالیا، یعنی استرالیا که میگی
یعنی همون انگلیس و آمریکا. ژاپن، اصلا پرچم ژاپن هر جا دیدی معادل پرچم آمریکا بدون، شک نکن. چین و روسیه هم اون وسط قاطی هن. خب دمشون گرم، بالاخره اونا هم توی یونسکو حضور دارن دیگه، توجه میکنیم. خدمت شما عرض شود که ارمنستان، از ارمنستان که هیچ ساحلی نداره، چی داره میگه؟ ساحل رود ارس منظورشونه، مخاطرات ساحلی یعنی چی؟ آلمان، آلمان همون آمریکاست، شکست خورده جنگ جهانی که ارتش و درست حسابی هم نداره و خودشو کاملا تسلیم آمریکا کرده. سوئیس، آقا سوئیس که اصلا ساحل نداره، سوئیس برای ما قرار کدوم مخاطرات ساحلی رو بررسی کنه؟ خود سوئیس که اصلا ساحل نداره، چی میگن اینو؟ ساحل دریا ندارن یا ساحل اقیانوسی ندارن؟ ایتالیا، فرانسه، انگلیس. فرانسه که دیگه معرف حضورتون هست، ایتالیا یه مقدار گمنامتره، ولی خب بازم همین ایتالیا روابط بسیار حسنه‌ای با ایالات متحده و سیستم انگلوساکسون داره و اینها الان قرار مخاطرات ساحلی ما رو در سواحل خلیج فارس با اون کشتی کاوشگر بررسی بکنن. بله، حالا مثلا مخاطرات ساحلی یعنی چیا؟ یعنی سونامی های قدیمی و زلزله های جدید در سواحل. مثلا اگه موشکی پرتاب شد یه زلزله ایجاد میکنه، لرزش ایجاد میکنه به هر حال دیگه. منظور از زلزله الزاماً اون زلزله طبیعی که نیست که، یا مثلا آزمایش موشکی، یا مثلا یه فعل و انفعالاتی که تو تونل های ساحلی سپاه پاسداران در عرض خلیج فارس وجود داره، یه شناسایی های همینطوری میکنن که ببینن خدای نکرده مثلا مخاطرات ساحلی به وجود نیاد. توجه میکنی؟ اصلا هم قصدشون جاسوسی نیست. مثلا این دانشمندان استرالیایی، ژاپنی، ارمنستان نه، سوئیسی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، این دانشمندان خب تابعیت کشور خودشونه دارن دیگه، وقتی برمیگردن بالاخره واسه تعطیلات عیدی یا مثلا چیزی کشور خودشون، اگه سازمان اطلاعاتی و امنیتی استرالیا یا ژاپن یا آلمان یا ایتالیا یا فرانسه یا انگلیس احضارشون بکنه که آقا اونجا رفتید، شما چه پژوهشایی کردید، چه کارهایی دارید میکنید، کیا میرن، کیا میان، چیا دیدین، اونا دهنشون قرصه. اصلا جلوی سازمان اطلاعات و جاسوسی کشور خودشون چنین چیزایی رو لو نمیدن، چون دانشمندن، به هر حال دارن کار علمی میکنن. توجه میکنی؟ اینطوری هست. یعنی اون فیلم های جیمز باندی هم که میبینید صرفا فیلمه و اصلا به معنای واقعی سازمان های اطلاعاتی جاسوسی وجود نداره توی انگلیس یا توی استرالیا یا توی آلمان یا توی فرانسه و اینا. اینا اون فیلم مأمور 2-0 و اینا. ولی یه مسئله یا که هست، به هر حال بحث مخاطرات ساحلی مطرحه دیگه. الان سالهاست یه مسئله وجود داره به اسم مثلث برمودا و توی گوگل سرچ کنید مثلث برمودا، تو گوگل سرچ کنید و میبینید. ما چرا نباید بریم اونجا مخاطرات مثلث برمودا که چسبیده به سواحل شرقی آمریکا هم هست رو بررسی بکنیم الان؟ یعنی خب من نمیگم که آقا الان مثلا دانشمندای خودمون مگه شلوکورن خدای نکرده که نمیتونند این مخاطرات رو به شکل داخلی توسط خودمون بررسی کنیم. بعد سوئیسی که اصلا ساحل نداره یا ارمنستانی که اصلا ساحل نداره، اونا باید بیان مخاطرات ساحلی ما رو بررسی کنند، اونم تو سواحل خلیج فارس که عرض کردم تونل‌های زیرزمینی سپاه پاسداران در عرض همه سواحل خلیج فارس گسترده شده. اونا باید بیان بررسی بکنن. میگم آخ باشه، حالا دیگه حتما یک مصلحتی بوده دیگه، مگه میشه حاکمیت حواسش نباشه یا توجه نداشته باشه؟ آقا ما همین وسط از یونسکو یه خواسته داریم. یونسکو جون، دقیقاً یونسکو جون. ما هم میخوایم مخاطرات و اتفاقات مثلث برمودا رو بررسی بکنیم. الان واسه ما جای سوالی که آقا این همه سال میگم تو مثلث برمودا هواپیماها غیب میشن، کشتیها غیب میشن، دچار سانحه میشن، چرا؟ ما
ما به لحاظ علمی باید این رو بررسی بکنیم و برای ما خیلی مهمه. توجه میکنیم مثلا با حضور کشورهایی مثل عراق، با حضور کشورهایی که همپیمان خود ما ایرانی، اصلا همون چین، همون روسیه، اصلا اشکال نداره، با حضور اون کشورها میخوایم اون مخاطرات واقع شده در مثلث برمودا در سواحل شرقی قاره آمریکا رو که دیگه یه جورایی با ایالات متحده همپوشانی مرزی اللحاظ ساحلی داره، ما میخوایم مخاطرات اونها رو بررسی بکنیم. یونسکو میخوایم یه قرارداد ببندیم، کشتی کاوشگر بفرستیم اونجا، کشتی کاوشگر مثلث برمودا. به ما چنین اجازه‌ای میدن؟ لذا عزیزان، بزرگواران، حواستون باشه این مطالبه رو همین الان در این لحظه، امروز 23 اسفند 1400 دیگه، مطرح کردم. 4 اسفند 1400 دیگه، حدود دیگه 19 روز هست که اون کشتی کاوشگر خلیج فارس با مشارکت کشورهای استرالیا، ژاپن، چین، روسیه، ارمنستان، آلمان، سوئیس، ایتالیا، فرانسه، انگلیس داره در سواحل خلیج فارس لرزه ها و پس لرزه ها رو بررسی میکنه. خب اوکی، اصلا دارن کار علمی میکنن، جاسوسی چی آقا این حرفا چی، اصلا بد به دلت راه نده. من هم اینجا به عنوان ارتباط شناس، به عنوان کسی که کار پژوهشی انجام میدم، به عنوان کسی که برام مسائل مربوط به زمین شناسی بخشی از کار من رو تشکیل میده، نه همه کار من رو، بخشی از کار من رو، رشته ما یه رشته میان رشته ایه دیگه، توجه میکنی، برای من هم جای سواله که آقا این همه سال در مثلث برمودا هم از لحاظ خبری، هم از لحاظ، یعنی حدود فکر کنم 60 سال میشه اسم مثلث برمودا توی اخبار و رسانه ها از قدیم تا کنون مطرحه. یعنی این آقای سید جعفر عمرانی که میگه این سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور 60 سال سابقه داره و الان به هر حال داره با همکاری همین بخش از دولت، اون یونسکو، چنین 17مین کرسی پژوهشی رو در عرصه کرسی مخاطرات زمینشناسی یونسکو در قشم، دفترش تو قشمه ولی یک کشتی دارن انجام میده، ما الان داریم میگیم که اندازه عمر همین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به اندازه عمر همین سازمان، ما الان یه مثلث برمودایی تو اخبار و رسانه ها مطرحه که ما لحاظ پژوهشی الان احساس نیاز میکنیم که این مخاطرات رو بررسی کنیم. چطور سوئیسی که هیچ ساحلی نداره، کشور سوئیس هیچ ساحلی نداره، اون اومده و داره مخاطرات ساحلی ما رو بررسی میکنه به لحاظ علمی، و کار علمی هم داره میکنه دیگه، یعنی کار جاسوسی که نیست. ما هم به لحاظ علمی این احتیاج رو حس میکنیم که آقا بریم مثلث برمودا رو بررسی بکنیم که چه اتفاقی اونجا افتاده. 60 سال هواپیما گم میشه و کشتی گم میشه، حتی آیا تو خلیج فارس یا سواحل خلیج فارس هیچ هواپیمایی گم شده؟ آره یه هواپیما زدن، فکر کنم کار ایالات متحده آمریکا هم بود، همونطوری که آره تیر ماه سال 67 همون یه هواپیما بود، آره اونم کار خود آمریکا بود، ولی الان بیش از حدود 60 ساله تو مثلث برمودا هواپیما گم میشه، کشتی گم میشه، قایق گم میشه، این همه آدم سرنوشتشون به کجا انجام میده، چه اتفاقی براشون افتاده توی این 60 سال؟ یک دیگه مطالبه علمیه برای ما که بیایم و به اونجا کشتی اکتشافی بفرستیم، کاوشگر بفرستیم، و نه جاسوسی و تجسسی. اصلا ما دنبال این حرفا نیستیم، میخوایم کار علمی انجام بدیم تو مثلث برمودا، و اگر یونسکو همکاری نکنه در این زمینه و انقلت بیاره، برای ما این حق محفوظه که این کرسی مخاطرات زمینشناسی یونسکو در قشم رو با اون کشتی کاوشگرش که در عرض همه سواحل خلیج فارس داره میره و میاد، اون رو ما دیگه با عرض شرمندگی جمعش باید بکنیم. این مطالبه ای ماست. اینطور که نمیشه اونا بیان کاوش بکنن به لحاظ علمی، بعد ما میخوایم به لحاظ علمی کاوش بکنیم جلوگیری بکنند و
اذیت و آزار کنند و نذارن کار ما پیش بره. رسمش نیست و باید اگه از اون ور اونا میتونن بیان کار پژوهشی بکنن به لحاظ علمی، ما هم باید بتونیم اون ور قضیه مثلث برمودا رو روشن کنیم. برای ما خیلی مهمه قصه مثلث برمودا چیه و اصلا هم قصد جاسوسی یا کارهای تجسسی نداریم، صرفا کار علمی داریم انجام میدیم، فقط علم. مثل همین دانشمندان ژاپنی و استرالیایی و فرانسوی و انگلیسی که میان و دارن صرفا کار پژوهشی و علمی انجام بدن. اینا که میرن کشور خودشون، اگه توسط سازمان مثلا MI6 احضار بشه اون دانشمند انگلیسی که ازشون یه اطلاعاتی بگیری که آقا تو اون سواحل خلیج فارس چه خبر و کیا میرن و کیا میان، اون دانشمنده دهنش قرصه دیگه، درسته؟ چیزی که لو نمیده. ما هم به همون صورت دهنمون قرصه، چیزی لو نمیدیم واسه سازمان اطلاعات سپاه. خیالتون راحت باشه. باشه، ما میخوایم بریم اونجا اکتشاف کنیم تو مثلث برمودا و کشتی پژوهشی هم بفرستیم و امکاناتش رو هم داریم و قادر به این کار هستیم. این مطالبه عرض کردم روز 23 اسفند 1400 توسط این جانب مسعود نوروزی ارتباط شناس مطرح شد و پیش هم میگیرم. توجه کردید؟ بالاخره حواستون باشه که کار علمی و پژوهشی تو کشور ما و همه کشورهای جهان باید آزاد باشه. موفق باشید.